یواش یواش داریم به مقصد میرسیم. دنبال چی بودیم؟ جریان. چه جریانی متناوب؟ حالا میخوام برسم به معادله شدت جریان متناوب. چه جوری میتونم به دستش بیارم؟ شما بگید. من جای شما باشم میگم خب نیرو محرکه رو که دارم، از روی نیرو محرکه، نیرو محرکه مساوی است با ای ماکسیموم سینوس امگا تی. راستی بچه ها، اگر ما قانون اوهم رو بلد باشیم، اگر بیایم اختلاف پتانسیل به مقاومت تقسیم کنیم، جریان به ما نمیده. خب این نیرو محرک هم یک نوع اختلاف پتانسیلن، فرقی نداره. پس من میتونم بنویسم آی مساوی است با ای بر روی آر، و آی ماکسیموم یعنی ای ماکسیموم بر روی آر. اگر من بیام اینجا قرارش بدم ای آروم ای ماکسیموم تقسیم بر آر، ای آروم ما برابر چی میشه؟ آی. و ای ماکسیموم تقسیم بر آر هم میشه آی ماکسیموم. یعنی من تونستم معادله شدت جریان رو به راحتی به دست بیارم. جالب شد معادله شما یک معادله سینوسیه، با زمان داره تغییر میکنه. پس این شد معادله شدت جریان متناوب که با نیرو محرکه همفازن، یعنی عین هم هستن، هیچ فرقی نمیکنن. من میتونم نمودار این رو هم رسم کنم. پس رسم نمودار شدت جریان متناوب، ببینید بچه ها، معادله رو من دارم، میام یه جدول برای خودم میکشم و روی این جدول نقطه یابی میکنم. نمودارم این بغلش میخوام رسم کنم. اول میام یه صفر میدم بهش، اگر صفر بدم میشه صفر، میشه این نقطه. اگر تی چهارم قرار بدم توی معادله میشه آی ماکسیموم. میتونید امتحان کنید، امگا رو بنویسید دو پی تیوم، تی چهارم میشه پی دوم، سینوس پی دوم میشه یک، میشه آی ماکسیموم. اگر مجدداً تو رابطه بالا، البته یادمون باشه که ما اون امگا رو باید دو پی تیوم بذاریم. اگر بیام تی دوم رو قرار بدم قطعا صفر خواهد شد، پس روی نمودار میشه اینجا. اگر سه تی چهارم قرار بدید میشه منهای آی ماکسیموم، پس اینم میشه این نقطه. اگر خود تی رو قرار بدیم قطعا صفر خواهد شد. حالا نمودار ما یه نمودار سینوسی میشه. بعضی بچه میگن چرا سینوسی شد؟ خود داری معادله سینوس رو رسم میکنی. آقا میشد این کار رو نکنیم، اول نمودار رو رسم کنیم بعد نمودار رو به چهار قسمت تقسیم کنیم، هر کدوم از اینا رو زمان اسمش بذاریم؟ اشکال نداره، کاملا درسته، میتونی این کار رو کنی. ولی یاد باشه اون کار شما فقط زمانی امکان پذیره که فاز اولیه نداشته باشی. خب ما نداریم، ما تو کتاب اصلا فاز اولی برامون تعریف نکردن. پس میشه این کارو کرد، یعنی یه سینوس بکشید بیاید به چهار قسمت تقسیم کنه، هر قسمتش برابر با تی چهارم میشه. این نمودار علاوه بر این که در واقع ریاضیاتش یه چیزایی به ما میده، از در فیزیکی هم باید بدونیم اون چیه. ببینید بچه، از الان به بعد نمودار شدت جریان بر حسب زمان به شما دادن، قله های نمودار یعنی بالاترین و پایینترین نقطه نمودار آی ماکسیموم رو تعریف میکنه. یعنی اگر در مسئله اینجا نوشت دو آمپر، تو باید بفهمی بیشینه جریان دو آمپره. دیگه چی؟ از روی محور افق، محور زمان، شما میتونی دوره تناوب رو به دست بیاری. دیگه چه چیزی میتونی بفهمی؟ از صفر تا تی دوم، یعنی این قسمتی که الان من رنگش رو تغییر میدم، جریان شما مثبته، یعنی در سوی مثبت ها داره حرکت میکنه. و این قسمتی که در ناحیه منفی ها قرار میگیره جریان منفی است. یعنی در جریان متناوب شما یک جریان ثابت ندارید، جریان مدام داره تغییر میکنه و در هر دوره دوبار جهتش عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی میره به بیشینه میرسه، صفر میشه، برمیگرده در جهت منفی، بیشینه میشه، باز صفر میشه، باز برمیگرده. مدام این جهت داره چی میشه؟ عوض میشه. به همین خاطر بهش میگن تناوب، چون داره نوسان میکنه. پس این شد نمودار شدت جریان بر حسب زمان.